با سلام و درود به همیهنان عزیز و سلام برای بهبانی عزیز که این اجازه رو من میدن که با شما همیهنان عزیز رو صحبت کنم. عرض کنم حضورتون امروز خیلی چیزا دارم خدمتتون عرض کنم. اول اینکه لیلا خانم عزیز ما زنگ زدن و گفتن که زنها هیچ وقت 65 ساله نمیشن. شما توی بیماری پوکی استخوان گفتین زنها 65 ساله به بالا، زنها هیچ وقت 65 ساله، خیلی معذرت میخوام، ببخشید نمیدونستم. و همچنین همین لیلا خانم عزیز فرمودن شب بخواب که تو برنامه خوابت نبره. به جدم قسم مسئله شب بخواب یا نخواب نیست، مسئله اینه که من جلوی کامپیوتر خوابم میبره و چندین بار جلوی دو تا دارم، یه لپتاپ دارم یه دسکتاپ دارم، چندین بار جلوی همین کامپیوتری که با شما حرف میزنم شب کار میکردم، خوابم برده، از رو صندلی افتادم، حتی یه دفعه پایه صندلی هم شکست. با اون لپتاپم هم اگر رو تختم کار کنم تا حالا شده که چندین بار لپتاپ به بغل خوابیدم. و اگرم دوستی زنگ زده با من کار داشته، همسرم گفته که عطا رفته قطب، منظورش اینه که مثل خرس قطبی خوابیدم. بعد جناب پریشب با آقای پیر خراسانی صحبت میکردم، گفتش که برای سعید چی کار کردی؟ گفتم هیچی. گفت همون بچه تنبله ای که تا شب آخر بازی میکنی، شب آخر یادت میفته فردا امتحانه. تو چطور دکتر شدی؟ خدمت پیر عرض کنم که پیر عزیز، از قدیم گفتند ملا شدن چه آسان، آدم شدن چه مشکل. بعد تشکر کنم از دوستانی که به این برنامه محبت دارند و محبتشون رو به بنده لطف میکنند، ابراز میکنند. و همینطور تشکر از دو نفری که از طریق پیر خراسانی محبت کردن و لطف کردن و گفتن که برنامه من جالبه. عرض کنم حضورتون این پنجشنبه پس فردا روز رازیه، یعنی روز داروسازی و روز زکریای رازیه. زکریای رازیه که از بزرگترین دانشمندان ما بوده که متاسفانه اونطور که باید و شاید شناخته نشده. و علتش هم این بوده که این زکریای رازی نمیتونسته قبول بکنه که معاد جسمانی وجود داره، نمیتونسته قبول کنه که بعد از 100,000 سال یه نفری که مرده، استخوناش هم خاک شده، خاکش هم برباد رفته، دو مرتبه از زیر زمین بیاد بیرون و بیاد بره روی پل صراط. این بوده که ضمناً ایشون اولین کسی بودن که گفتن زمین کرویه و باید اون طرف زمین یک قطعه خشکی باشه که تعادل زمین برقرار بشه. ولی به دستور جهلای معروف به علم، کتابهای این دانشمند رو اونقدر به سرش کوبیدن که کور شد، چون برای اونها زمین سطحش صاف بود و کوها میخای بودن که زمین رو نمیدونم به کجا، ولی میخش میکردن. بله، یک دوست عزیزی چیز فرستاده، یک ایمیلی فرستاده که در روز آنلاین بوده و من اینو چاپ کردم. این دوست عزیز گفته که شما راجع به طاهره صحبت کردی، همه چیز رو نگفتی. طاهره فریاد علیه روحانیون مرتجع بوده. البته خیلی این مقاله مهمه و مفصله، ولی چون قبلا درباره طاهره صحبت کرده بودم همه این مقاله رو نمیخونم و فقط یک شعر از طاهره اینجا هست. و ضمناً نوشتن که روز
کشته شدن طاهره 27 مرداد بوده و مقبرش هم، یعنی خفش کردم و یه تو چاهی انداختم که اون چاه الان روش ساختمون بانک ملی ساخته شده. به نظر من این مسئله یه مسئله مهمیه، چون بانک ملی چی میگن، گنج ایرانه و طاهره هم گنج ایرانه. حالا فقط از هیچیشو نمیخونم، فقط این شعرشو میخونم که طاهره گفته: دیگر ننشیند شیخ بر مسند تزویر، دیگر نشود مسجد دکان تقدس، ببریده شود رشته تحت الحنک از دم، نه شیخ به جا ماند و نه زرق و تدلس، آزاد شود دهر ز اوهام و خرافات، آسوده شود خلق ز تخییر و توسوس، محکوم شود ظلم به بازوی مساوات، معدوم شود جهل ز نیروی تفرس، گسترده شود در همه جا فرش عدالت، افشانده شود در همه جا تخم تونس، مرفوع شود حکم خلاف از همه عالم، تبدیل شود اصل تباین به تجانس. درود بر این شاعر عزیز میهنمون. قبل از اینکه برم سراغ سه بانویی که میخوام بهتون معرفی کنم، یک دوست عزیزی هم ایمیل زده که شما راجع به انرژی غذایی صحبت کردید ولی به اندازه کافی به اندازه آلرژی، ببخشید گفتم انرژی، آلرژی غذایی صحبت کردید ولی به اندازه کافی راجع به آلرژی به بادام زمینی صحبت نکردید. من بچه‌م آلرژی به بادام زمینی داره، لطفاً درباره این چشم، امروز وقت ندارم ولی برای هفته آینده چشم. بعد یه مسئله دیگه هم هست ولی اینو بذاریم برای دفعه دیگر. بریم سراغ سه بانویی که امروز میخوام شروع کنم. اول از همه اینها رو از سایت زنان شهیر و موفق ایرانی کش رفتم که براتون میگم. اول از همه میگه: ماهی کوچولوی گیلانی رکورددار شنای آبهای آزاد آسیا شد. ساینا آتشین شناگر 10 ساله گیلانی به عنوان نخستین دختر ایرانی امروز 10 کیلومتر و 200 متر در دریای خزر در محدوده سنگاچین بندر انزلی را به مدت 7 ساعت شنا کرد و رکورد شنا در آبهای آزاد آسیا را به نام خود ثبت کرد. ساینا میگوید: این شنا را به این هدف انجام دادم که بگویم کودکان همسن و سال من میتوانند کارهای بزرگی انجام دهند و باعث افتخار کشورمان شوند. این هم عکس این کودک بسیار زیبا و موفق ایرانیه. ببینید، زن ایرانی حتی در کودکی اگر امکانات داشته باشه میتونه به مقامات بالا برسه، و اگر مردهای ایرانی مثل خود بنده، منم جز مردهای ایرانی هم، جلوی موفقیت اینا رو نگیریم، اینها در سطح جهانی موفق خواهند شد، همینطور که الان خدمتتون عرض بکنم. بانوی بعدی میگه: شیمیدان ایرانی برنده جایزه معتبر راجر تیلور شد. ماندانا امیری، عضو هیئت علمی گروه شیمی دانشگاه محقق اردبیلی، موفق به دریافت جایزه یادبود راجر تیلور بریتانیا شد. جایزه راجر تیلور توسط گروه کربن بریتانیا سالانه به یادبود پروفسور راجر تیلور که یکی از دانشمندان جوان که دستاوردهای ارزشمندی را در زمینه فلورنها و علوم مربوطه به آن مانند عاملدار کردن نانو ساختارهای کربنی داشتند اعطا می شود. این جایزه ارزشمند در سال 2015 به دلیل فعالیت‌های پژوهشی دکتر ماندانا امیری
در زمینه توسعه روش‌های برای عامل‌دار کردن نانو ساختارهای کربنی و کاربرد آنها در ساخت سنسورهای جدید الکتروشیمی در دوازدهمین کنفرانس بین‌المللی نانو ساختارهای کربنی پیشرفته در شهر سن پیترزبورگ روسیه به وی اهدا شد. گفتنی است که ایشان دارای 32 مقاله ISI و شرکت در 60 کنفرانس ملی و برنده جایزه محقق جوان کنفرانس آسیایی علوم نانو و نانو تکنولوژی ژاپن در سال 1389 شدند. خانم امیری در سال 1357 در رفسنجان به دنیا آمده است. پس از فارغ التحصیلی در کارشناسی شیمی محض دانشگاه شهید باهنر کرمان در سال 1381 موفق به اخذ مدرک کارشناسی ارشد شیمی تجزیه از دانشگاه صنعتی شریف شد. او رتبه یک کارشناسی ارشد در گرایش شیمی تجزیه دانشگاه شریف در 1381 است. بلافاصله دکترای خود را در زمینه الکتروشیمی در دانشگاه صنعتی شریف آغاز نمود و مطالعات خود را در دانشگاه وست انگلستان سپری کرد. پس از اتمام دکترا در زمینه نانو تکنولوژی در دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف دوره پست دکترا یعنی فرا دکترا را گذراند. این هم عکس این بانوی بزرگ که مایه افتخار میهن عزیز ماست. و بالاخره بانوی سومی که خدمتتون معرفی میکنم بانوی است به نام آریانا برکشلی. برکشلی اگر ببخشید اگه اسمشو شهید میکنم. ملقب به شهرزاد پیانو. آریانا برکشلی پیانیست محقق و استاد موسیقی متولد تهران و فرزند پروفسور مهدی برکشلی فیزیکدان و موسیقیدان فقید ایرانی است. اولین معلم او پدرش بوده. در 15 سالگی برای ادامه تحصیلات موسیقی به کشور فرانسه مهاجرت کرد و در بخش خارجی کنسرواتور پاریس و کنسرواتور امین اکول نرمال موسیقی پاریس و پس از آن دانشگاه ایالتی نیویورک تحصیلاتش را ادامه داد. او دارای مدرک فوق لیسانس موسیقی از فرانسه و آمریکا می باشد و سالهاست که علاوه بر اجرای آهنگسازان کلاسیک غربی و معاصر ایرانی بر روی آثار یوهان سباستیان باخ تحقیق و اجرا دارد. او نخستین پیانیست ایرانی است که از سوی مرکز بین‌المللی مریدین اینترنشنال همچنین گالری ملی هنرهای آمریکا برای اجرا دعوت شده و کنسرتی به عنوان از باخ تا آهنگسازان معاصر ایرانی اجرا کرده است. در بازگشت به ایران کنسرت هایی با ارکستر مجلسی انگلستان در تئاتر شهر تهران برگزار نمود و چندی نیز در دانشگاه فارابی به تدریس پرداخت. وی در سال 1364 با آمریکا مهاجرت کرد و تا کنون ضمن اجرای برنامه‌های متعددی در داخل کشور همچون کنسرت‌هایی که در سال 1379 به مناسبت 250 سالگرد در گذشت باخ برنامه‌های بسیاری نیز در مراکز فرهنگی اروپا و آمریکا اجرا کرده است که از آن جمله می‌توان به برنامه او در دانشگاه آکسفورد در همایش بررسی آثار صادق هدایت اشاره کرد. برکشلی برخلاف بسیاری از نوازندگان پیانو که در رشته موسیقی کلاسیک فعالند به آثار پیانوی آهنگسازان معاصر ایران نیز توجه نشان داده و تا کنون آثاری از علیرضا مشایخی، امین‌الله حسین،
فوزیه مجد و گلنوش خالقی را در برنامه‌هایش گنجانیده است. وی در صدد است در آینده نزدیک آلبومی ویژه آثار آهنگسازان ایرانی را به ضبط برساند. به مناسبت روز جهانی زن به همت بنیاد فرهنگی روشن کنفرانسی با عنوان زن ایرانی در هر دو سوی دوربین برگزار شد. در این برنامه آریانا به اجرای قطعاتی از موسیقی کلاسیک پرداخت و این اجرا را به سیمین دانشور نویسنده آثاری چون جزیره سرگردانی، سووشون و پرنده های مهاجر تقدیم کرد. این برنامه مورد استقبال ایرانیان و غیر ایرانیان علاقمند به فرهنگ ایران قرار گرفت. این هم عکس این بانوی زیبا و موفق و هنرمند کشور عزیزمون. بله، عرض کنم حضورتون برای ایشون پارتی بازی کردیم، یه عکس بزرگترم چاپ کردیم که به شما نشون بدیم. خب حالا بریم سر برنامه اصلی امروز ما درباره بیماری زوناست. من نمیدونم قبلا راجع به مسئله صحبت کردم یا نه، ولی رفتم گشتم تو تمام یوتیوب، گشتم توی یوتیوب میهن تیوی هم گشتم، دیدم درباره زونا چیزی نگفتم. میبخشیدی از عوارض پیریه. ببینید من همه اینا رو چاپ کردم، ببینم چیزی گفتم راجع به این مسئله یا نه. اینه که همه اینا رو چاپ بکنم چون جلوی کامپیوتر خوابم میبره، خسته میشم. حالا ببینیم اصلا زونا چیه. زونا یک بیماریه که به صورت بصورات و دردهای ناگهانی پوستی در مسیر یک عصب یا گانگلیون عصبی بر اثر دوباره فعال شدن ویروس آبله تولید میشه. زونا بیشتر وقتها در قفسه صدری یا صورت دیده میشه، ولی تمام اعضای بدن میتونن مبتلا بشن. بعضی وقتها درد تولید شده بر اثر زونا میتونه ماها و حتی سالها پس از اون ارپسیون های پوستی، یعنی بصورت پوستی دیده بشه که بهش میگن نورالژی پست زونا. علت بیماری: پس از مبتلا شدن به بیماری آبله به غیر از چند ویروس که سالها به حالت خاموش در گانگلیون‌های عصبی باقی میمانند، باقی ویروس‌ها از بین میرند. به علت بالا رفتن سن یا یک بیماری، سیستم دفاعی بدن دیگه نمیتونه ویروس ها رو کنترل کنه و ویروس های فعال شده تولید یک عکس العمل انفلاماتوار میکنند، یعنی التهابی، در داخل گانگلیون و داخل عصب میکنن و باعث میشن که یک وزیکول های شبیه خوشه انگور بر روی پوست ایجاد بشه. امکان داره که بزرگسالانی که قبلا به ویروس آلوده شدند و یا در تماس با کودکانی که آبله گرفته بودند مقاومت بسیار قوی در مقابل زونا داشته باشند. دانشمندان معتقدند که تماس دوم با ویروس باعث تقویت سیستم دفاعی شده و ویروس های قبلی را در حالت خواب ماندن و بدون فعالیت بودن نگه می‌دارند. چه کسانی مبتلا میشند؟ در حدود 90% بزرگسالان در جهان قبلا
ببخشید، من قبلا گفتم آبله، باید میگفتم آبله مرغان. در حدود 90% بزرگسالان در جهان قبلا آبله مرغان گرفتن و در بدنشان ویروس آبله مرغان یا زونا رو دارن و در حدود 20% اونها در طول عمرشون بعدن دچار بیماری زونا خواهند شد. پیشرفت بیماری: اگر درمان صورت نگیرد به صورت زونا به طور متوسط حدود 3 ماه طول می کشد و در بیشتر موارد 1 بار حمله زونا پیش میاد، ولی امکان این که ویروس چندین بار فعال بشه هست و 1% افراد به بیش از 1 بار مبتلا میشند. عرض کنم حضورتون، حالا چه مشکلاتی میتونه پیش بیاره؟ پس از خوب شدن بصورات پوستی ممکنه که درد ادامه داشته باشه که همونطور که عرض کردم بهش میگن نورالژی پست زونا یا نورالژی پست ارپتیک، و درد اون معادل درد سیاتیکه، یعنی شدیده، و شخصی که از اون رنج میبره احساس یک شوک الکتریسیته واقعی رو داره. گرما، سرما، وزش باد و یا حتی مالش لباس بر روی پوست میتونه غیر قابل تحمل باشه. درد میتونه هفته ها و یا ماه ها طول بکشه و یا گاهی هرگز قطع نشه. تا اونجایی که امکان داره باید از این مرحله پیشگیری کرد، زیرا میتونه باعث رنج کشیدن بدنی و روانی مهمی بشه. مصرف داروهای ضد ویروس به محض شروع زونا کمک به پیشگیری به این مرحله میکنه. امکان مبتلا شدن به نورالژی بعد از زونا با بالا رفتن سن شخص بیشتر میشه. طبق یک مطالعه که در آیسلند بر روی 421 نفر انجام شده، 9% اشخاص 60 سال به بالا پس از اولین مرحله بیماری دچار درد میشن و اگر از 70 سال به بالا 9% افراد 60 سال به بالا و پس 70 سال به بالا 18% دچار میشن. این دردها بر اثر صدمه دیدن فیبرهای عصبی است که پیامهای غیر قابل درک درد رو برای مغز میفرستن. مشکلات جدی سلامتی دیگری هم میتونه تولید کنه که خوشبختانه به ندرت دیده میشه، عبارتند از مشکلات بینایی و کور شدن، فلج صورت، مننژیت غیرعفونی و انسفالیت. مصری بودن: زونا از شخصی به شخص دیگر سرایت نمی کند، ولیکن مایه‌ای که در داخل وزیکول‌های قرمز رنگ که تبدیل به حمله زونا می شوند حاوی پارتیکول های زیادی از ویروس آبله مرغان می باشند و این مایع بسیار مصری است و اگر کسی دست به آن بزند، اگر قبلا آبله مرغان نگرفته باشد، می تواند به آبله مرغان دچار شود. برای اینکه ویروس وارد بدن شود باید با مخاط تماس بگیرد. مثلا اگر شخص چشمها را بمالد و یا دست به دهان و بینی ببرد، همچنین ممکن است که شخص مستقیماً با ویروس تماس نداشته باشد ولی به شخص آلوده به ویروس دست بدهد و ویروس را از او دریافت کند. شستشوی دست ها می تواند از آلودگی به ویروس جلوگیری کند. بهتر است که از تماس فیزیکی با شخص مبتلا هنگامی که وزیکول ها ترشح دارند خودداری شود و اشخاصی که قبلا دچار آبله مرغان شده اند ممکن است دچار عوارض شدید بیماری بشوند. این اشخاص نباید نشده اند باشه.
اشخاصی که قبلا دچار آبل مرغان نشدند ممکن است دچار عوارض شدید بیماری بشوند. این اشخاص باید خیلی بیشتر مواظب باشند، مانند خانم‌های باردار، زیرا عفونت برای جنین میتواند خطرناک باشد. همچنین اشخاصی که سیستم دفاعی ضعیف دارند و نوزادان. علائم و سمپتوم های زونا. شخص مبتلا به زونا دچار احساس سوزش، خارش و حساس بودن شدید پوست در مسیر عصب صدمه دیده می شود و معمولا در یک طرف بدن دیده می شود. اگر بر روی قفسه سینه تولید شود می تواند به صورت افقی تقریبا شبیه یک کمربند باشد. به زبان لاتین زونا معنی کمربند را می دهد. یک تا سه روز بعد یک قرمزی بر روی ناحیه مبتلا دیده می شود و بعد تعداد زیادی وزیکول قرمز پر از مایع که شبیه جوش های آبل مرغان هستند ظاهر می شوند و تولید خارش می کنند و در عرض 7 تا 10 روز خشک می شوند و بعد از حدود 2 تا 3 هفته از بین می روند، ولی بعضی وقتها بیشتر از 3 هفته طول می کشه. 60-90% بیماران مبتلا به زونا احساس درد شدید در محل زونا می کنند که شدت و مدت آن متناوب است. این درد شبیه درد سوختگی یا شوک الکتریکی است، با شدت زیاد و به قدری شدید است که با یک حمله قلبی یا آپاندیسیت یا سیاتیک میتونه اشتباه بشه. بهش میگن تشخیص افتراقی. بعضی از بیماران دچار تب و سردرد میشن. چه کسانی ممکنه دچار بشن؟ زونا در بیشتر در افراد 60 سال به بالا دیده میشه، زیرا سیستم دفاعی بر اثر سن ضعیف شده و در نتیجه ویروس ها میتونن به راحتی تولید مثل کنن. مشکلات سلامتی سالمندان و مصرف داروهای مختلف به علت آثار ناخواسته آنها بر روی سیستم دفاعی و ضعیف کردن آن باعث می شود که امکان مبتلا شدن به زونا زیادتر بشه. بیماری ها مانند سرطان و دیابت، داروهایی که پس از پیوند اعضا برای جلوگیری از رد کردن عضو توسط بدن مصرف میشه، داروهای حاوی کورتیکواستروئیدها و داروهای ضعیف کننده سیستم دفاعی. ولی این مسائل را فقط بر روی 4% افراد مبتلا میتوان یافت و هیچ عاملی که بتونه امکان مبتلا شدن رو زیاد کنه هنوز پیدا نشده. دانشمندان فکر میکنند که امکان رابطه مبتلا شدن به زونا و زندگی در استرس مزمن وجود داره. یک مطالعه علمی در کارولینای جنوبی نشون میده که در معرض مواد شیمیایی قرار گرفتن میتونه امکان مبتلا شدن به زونا رو زیاد کنه. این مطالعه بر روی 900 شرکت کننده که بین 18 تا 40 سال داشتن و در 2.5 مایلی محلی که حشره‌کش و سایر مواد شیمیایی که کمپانی‌های سازنده میخواهند از شر آن خلاص شوند دفن میشده زندگی میکردند، با مقایسه با 742 نفر که در همان استان ولی خیلی دورتر از آن محل زندگی میکردن. نتیجه نشون داده که گروه اول 2 برابر گروه دوم مبتلا داشته و طبق مطالعات دیگر نشان داده شده که مواد شیمیایی باعث ضعیف شدن سیستم دفاعی بدن شخص میشه. پیشگیری. بهترین وسیله برای پیشگیری اینه که با ویروس تماس نداشته باشیم، ولی کار ساده ای نیست،
زیرا این ویروس به راحتی در بین کودکان جوان پخش می شود. امکان این که واکسن ضد آبله مرغان تولید محافظت از مبتلا شدن به زونا بکنه هست، ولی مشکل اینجاست که در کانادا از سال 1998 به بعد این واکسن تجویز نمیشه. تقویت سیستم دفاعی برای اینکه ویروس ها نتوانند فعال شوند، باید سیستم دفاعی را تقویت کرد. برای این کار باید یک رژیم غذایی سالم داشت و نوعی ورزش مطابق با سن و وضع بدنی را به طور مرتب انجام داد و خواب و استراحت کافی داشت. یک مطالعه کوچک برای 36 نفر که 60 سال به بالا داشتند نشان داده که انجام مرتب تایچی باعث تقویت سیستم دفاعی بر علیه ویروس زونا میشه و همینطور باعث پیشگیری از فعالیت ویروس آبله مرغان برای تولید زونا شده. مطالعه دیگری که بر روی 112 نفر که سن آنها بین 59 تا 86 سال بود و واکسن آبله مرغان را قبلا دریافت کرده بودند، تایچی باعث تقویت سیستم دفاعی شده و ویروس نتونسته فعال میشه. امروزه واکسن ضد زونا وجود داره، بهش میگن زوستاواکس. یک واکسن جدیدیه که کمک به پیشگیری از زونا میکنه و برای اشخاص 60 سال به بالا که قبلا واکسن آبله مرغان دریافت کرده بودن به کار میره و با تجویز پزشک انجام میشه، چون که بعضی کنتراندیکاسیون هایی داره. این واکسن ضد آبله مرغان نیست و 100% از مبتلا شدن به زونا جلوگیری نمیکنه، ولی امکان مبتلا شدن رو 50% کم میکنه و همچنین شدت سمپتوم های زونا رو کم کرده، باعث میشه که امکان تولید نورالژی 2/3 کمتر بشه. این آمار توسط کمپانی سازنده که مطالعه‌ای بر روی 38500 زن و مرد 60 ساله به بالا انجام داده شد گرفته شده و همچنین نشان داده که واکسن برای افراد 60 تا 69 سال اثر بیشتری داشته تا 70 سال به بالا. از سپتامبر 2009 در کانادا به مبلغ 150 دلار به طالبین عرضه میشه و یک دوز آن کافیه. این واکسن از سال 2006 به بعد در ایالات متحده آمریکا و استرالیا و بعضی از کشورهای اروپایی وجود داره. بسیار مهمه که به محض اینکه سمپتوم های زونا دیده شد با پزشک مشورت کرد و او داروی لازم ویروس را به شما میدهد و هرچه زودتر دارو مصرف شود باعث می شود که کمتر بیمار به نورالژی دچار شود و اگر دچار شده بود هرچه زودتر دارو مصرف شود دوران نورالژی کوتاه‌تر می شود و اگر علائم زونا در صورت دیده شد باید بلا فاصله با چشم پزشک مشورت شود تا مشکلات بینایی تولید نشود. درمان‌های دارویی زونا بسیار مهمه که همونطور که عرض کردم به محض پیدا شدن اولین سمپتوم‌های زونا به پزشک مراجعه کرد و هرچه زودتر درمان شروع شود مؤثرتر است. بهترین موقع دریافت دارو 3 روز اول پس از دیده شدن عوارض پوستی است و داروهای ضد ویروس مانند زوویراکس یا فنویر یا والترکس میتونن تجویز بشن که از راه دهان مصرف میشه و تحمل اونها خوبه و آثار ناخواسته کم دارند.
داروهای ضد ویروس سرعت درمان را زیاد می‌کنند و باعث کم شدن درد شده و احتمالاً باعث می‌شوند که نورالژی بعد از زونا کمتر تولید بشه. اگر در سه روز اول پس از دیده شدن عوارض پوستی از این داروها استفاده بشه. داروهای ضد درد مانند تایلنول و پاراستامول و غیره را میشه برای دردهای سبک و متوسط به کار برد همراه با داروهای ضد ویروس، و برای دردهای شدید از داروهای ضد درد نارکوتیک در صورت لزوم استفاده کرد که باید توسط پزشک تجویز بشه، مانند ترامادول یا اکسیکودون یا مورفین به مقدار کم. عرض کنم باید توجه داشت که آنتی انفلاماتورهای غیر استرویدی مانند ادویل و موترن و امثال آنها اغلب برای رفع این نوع درد بی اثر هستند. کورتیکواستروئیدها مانند کورتیزون نیز می توانند توسط پزشک مصرف شوند ولی به ندرت به کار می روند، البته همراه با داروهای ضد ویروس. این داروها می توانند کمی از شدت و مدت سمپتوم های زونا را کم کنند ولی برای جلوگیری از نورالژی بعد از زونا بی اثرند. این داروها به علت داشتن آثار ناخواسته فقط برای کسانی که دارای عوارض شدید هستند به کار می روند. برای درمان نورالژی بعد از زونا به غیر از داروهای ضد درد کلاسیک، درمانهای مانند داروهای ضد افسردگی تریسیکلیک یا ضد دردهای نارکوتیک طبق شدت درد به کار میره. زنده یاد دکتر پرویز قدیریان عقیده داشت که کمپرس با چای سبز غلیظ، یعنی چای سبز رو به صورت غلیظ تهیه کنید، دم کنید، بذارید خنک بشه و بعد یک حوله یا دستمالی رو در اون فرو ببرید و روی مناطق زونا بگذارید، این دردها و سوزش ها رو کم میکنید. روح شاد که رفت و یک جامعه علمی رو از دانشش محروم کرد. چند راهنمایی. تا آنجایی که امکان دارد محلی را که پوست مبتلا شده تمیز و خشک نگه دارید. برای تسکین درد و خشک شدن زخم ها از کمپرس سرد و مرطوب استفاده کنید. می شود برای این کمپرس ها چند قطره سرکه در آب بریزید. یک لوسیون حاوی کالامین نیز می تواند استفاده شود. استحمام در آب خنک که کمی هم جوش شیرین یا بیکربنات دوسود یا آرد جو کلویدی به آن اضافه شده مفیده. وزیکول ها را نخارونید و سعی در ترکاندن آنها نکنید. لباس های سبک بپوشید که از مالیده شدن آنها بر روی وزیکول ها جلوگیری بشه. برای اینکه بدن بتونه با عفونت مقابله کنه استراحت کنید. اگر دردها خیلی شدیده از هر چی که بتونه به بدن استراحت بده و آثار آرام کننده داشته باشه، مانند کتاب خواندن، گوش کردن به موسیقی، تفریحات مختلف، مدیتاسیون، تای چی و غیره استفاده کنید. قبل از اینکه به طب مکمل بپردازم، چون ذکری از زنده یاد دکتر پرویز قدیریان شد، میخوام یادی از دو زنده یاد دیگه که این کاری رو که بنده الان انجام میدم، اینها حدود 60 سال پیش 55 سال 60 50 سال پیش انجام میدادن، از اونها ذکری بشه. یکی زنده یاد دکتر خسرو بسیطی بود که من یادم میاد بچه بودم به برنامه ایشون گوش میکردم، در برنامه کارگران برنامه داشتن، روحشون شاد. و یکی هم
آقای ابراهیم خواجه نوری بود که برنامه های روانشناسی داشت. اون هم من اون کودک و نوجوان و اینها بودم و هنوز برنامهش یادمه که با شعری شروع می شد که در اندرون من خست دل ندانم کیست که من خاموشم و او در فغان و در غوغاست. روح هر ستاشون شاد. من فکر کنم اگر تو اون دنیای بعد از مرگ هم دانشگاهی وجود داشته باشه، این ستن جز استادان اون دانشگاه هست. حالا بریم سراغ طب مکمل. اول از همه کاین. کاین در همون فلفل خیلی تند ماده فعالش که در ماده فعالی که در کاین هست بهش میگن کاپسایسین، معمولا به شکل کرمه، اسم کرمش هم هست زوستریکس. این رو در محل درد میمالند و باعث میشه که قابلیت کم کردن و یا قطع فرستادن پیام های درد از اعصاب پوست به مغز بشه. استفاده از کرم حاوی کاین باعث آرامش دردهای نورالژیک بعد از زونا با مطالعات علمی ثابت شده و فود اند دراگ ادمنستریشن آمریکا رو تصویب کرده. البته به غیر از زونا برای دردهای عصبی دیابتیکی هم به کار میره. مقدار مصرفش 4 بار در روز بر روی مناطق دردناک مالیده میشه و همینطور این کرم هایی هستند یا پومات هایی هستند که حاوی 25,000 تا 75,000% کاپسایسین دارند و باید حداقل 2 هفته درمان انجام بشه تا آثار درمانی خودش رو نشون بده. البته این کرم ها اینا کنتراندیکاسیون هایی هم دارند و از کرم ها و پومات های حاوی کاین یا کاپسایسین نباید بر روی زخم های باز یا روی وزیکول های متورم استفاده کرد، زیرا باعث احساس سوزش بسیار شدید میشه. عرض کنم حضورتون بعد یک آنزیم هایی هستند که توسط لوزالمعده یا پانکراس ترشح میشه و بهش میگن آنزیم های پروتئولیتیک که باعث حذف شدن پروتئین هاست و در بعضی از گیاهان مانند پاپایا که بهش فارسی بهش میگن خربزه درختی و آناناس هم پیدا یافت میشه. اگر بیمار مبتلا به زونا این آنزیم ها را از راه دهان دریافت کنه، دارای آثار مفید برای کم کردن انفلاماسیون و تقویت سیستم دفاعی بدن میشه. یک مطالعه اپیدمیولوژیک بر روی 192 بیمار نشون داده که درمان با مخلوطی از آنزیم ها به اسم ووب مکوس که در آلمان به فروش میره باعث کم شدن درد و قرمزی پوست وزیکول ها همونقدر موثره که درمان با داروهای آنتی ویروس کلاسیک. در یک مطالعه دیگر بر روی 90 بیمار مبتلا به زونا همین نتیجه به دست آمده است، ولی این مطالعات دارای نقاط ضعف متدولوژیک بودند. جو یا آوان، کمیسیون ای که در آلمان برای طب مکمل تشکیل شده قبول داره که کاه تهیه شده از جو برای آرامش خارش پوست که همراه با بعضی از بیماری‌های پوستی است بسیار موثره. از آرد جو در حمام هم برای همین کار استفاده میشه.
عده‌ای از متخصصین استفاده از اون را برای بیماران زونایی و یا آبل مرغانی تجویز میکنند. مقدار یا دوزاج تهیه کنندگان آرد بسیار ریز جو که به صورت کلوئید در آب حمام استفاده میشه را تجویز میکنه. مقدار 250 گرم آرد جو را در یک جوراب کتانی یا کیسه کتانی ریخته و در یک لیتر آب به مدت چند دقیقه بجوشانید و بعد جوراب یا کیسه را پاره کرده، خمیر آن را با باقی مانده آب در وان حمام ریخته و با جوراب یا کیسه قسمت زونایی بدن رو ماساژ بدید. روغن نعنا فلفلی یا مانت پواوره کمیسیون ای، آثار درمانی روغن نعنا فلفلی را برای استفاده خارجی در آرامش نورالژی قبول داره. در یک مطالعه بر روی یک بیمار 76 ساله که هیچ دارویی برای دردهای بعد از زونا بر روی او اثر نکرده بود، دردها بر اثر مالش روغن نعنای فلفلی حاوی 10% منتول از بین رفت. مقدار قسمت‌های مبتلا به زونا را با یکی از داروهای زیر ماساژ دهید. 2-3 قطره روغن خالص یا رقیق شده در روغن گیاهی، کرم یا روغن با یا پماد حاوی 5-20% روغن نعنای فلفلی، تنتور حاوی نعنای فلفلی 5-10% روغن، بعد اینو یکمی برعکس گفتم، تنتور حاوی 5-10% روغن نعنای فلفلی و تب سوزنی میتونه به آرامش دردهای نورالژی بعد از زونا کمک بکنه و درمان با داروهای ضد درد رو کامل کنه. و فارماکوپی چینی، طب چینی دارویی داره، لانگ دان زیو گانگ وان، در طب چینی برای درمان زونا به کار میره. خب برنامه طبی ما اینجا، پزشکی ما، بهداشتی ما اینجا تموم شد و چون چند دقیقه وقت داریم اون مطلبی که گفتم میذاریم برای بعد، الان خدمت رو عرض میکنم. اینم برای حسن ختام که برنامه یه کمی طرب انگیز باشه، چی میگن، جالب توجه باشه. دیشب همسرم به یکی از دوستای قدیمش زنگ زد که ازش چند وقتی خبر نداشت و بعد اون خانم گفته بود که مریض بوده، هنوزم مریضه. همسر بندم مثل اکثر همیهنان عزیز که متخصص همه چیز هستن، شروع کرد برای ایشون دوا و درمون تجویز کردن و بعد هم دعوتش کرد که بیاد یک مدتی اینجا خونه ما بمونه و تحت درمان قرار بگیره. و بعد اون خانم تلفن خواست با من صحبت بکنه، من گفتش که شروع کرد توضیح دادن از بیماری چجوری شروع شده، بعد گفتش که مدت 2 هفته نمیتونسته حرف بزنه. گفتم چرا نمیتونه؟ گفت برای اینکه صدام در نمیومد و یک ویروسی حمله کرده بود به ریه و دستگاه تنفسی من و تارهای صوتی من تا 2 هفته صدای من در نمی اومد. عرض کردم والا ما اون ویروس حاضریم بخریم، چون بغیر از مصرف خانگی مصرف جهانی میتونه داشته باشه. و بعد ایشون گفتن که توضیح دادن، گفتن که تو چی فکر میکنی؟ گفتم والا من همه چی رو میدونم غیر از این یکی. و ایشون گفتن که خب پس حالا که اینطور شد من تحقیقاتی راجع به مسئله انجام میدم، برات میفرستم که این یکی رو هم بدونی که کم و کسر نداشته باشی. البته خب همه اینا رو به عنوان
طنز و جوک گفتیم و برای شما میگیم که در خاتمه برنامه خوشحال باشید. عرض کنم حضورتون، امیدوارم با من کار نشه باشه. بله، طبق معمول به قول آقای خراسانی حفاوتی، برنامه اونو با شعار از یاد رفته محبت را جهانی کنیم که در اول برنامه بسی میگم، و شعار پایان برنامه که به قول شاعر امیدوارم تنتان به ناز طبیبان نیازمند مباد، خاتمه میدیم و شما رو تا برنامه بعد و برنامه های بعد به خدا میسپارم. و مسئله که باید خدمتتون عرض کنم، روز سه‌شنبه 8 سپتامبر بنده در کانادا نخواهم بود و بر سه‌شنبه 8 سپتامبر برنامه نخواهم داشت و شما از شر بنده راحت خواهید. روز و روزگار به شما خوش، تا برنامه و برنامه های آینده، خدا حافظ شما.